بسم الله الرحمن الرحیم توب زکات اون چیزی که زیاده از حاجت است. آیا در حیات انسان شرط است که پیش از ادای زکات اول حاجت های اصلی خود را اجرا نماید؟ بله، شرط است که پیش از ادای زکات اول حاجت های اصلی خود را اجرا نماید. سوال: به حاجت های اصلی مثال آورید. به حاجت های اصلی به مثل شخصی است که برای خریدن منزل و یا برای خانه‌دار شدن فرزند خود مبلغ جمع کند، و دیگر مثال ها این که همه از حاجت های اصلی می باشند. سوال: انسان مال ملک دارد لیکن به حاجت های اصلی خود چیز صرف نمی کند، پس آیا او از ثروتمندان است و زکات بر او فرض شده است؟ با این مال او از ثروتمندان است که به آنها زکات فرض شده است؟ نیست، بلکه بر او واجب است که اول مال و ملک خود را به حاجت های اصلی خود و حاجت های اهل و عیالش صرف کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در چند احادیث ما را با چنین عمل وصیت کردند که در صدقه دادن اول اهل و عیال خود را پس به دیگران. سوال: آیا شریعت اسلام حاجت های اصلی را در حیات انسان معیا کرده است؟ نه، شریعت اسلام حاجت های اصلی را در حیات انسان معین نکرده است. برای آنکه حاجت های انسان خیلی بسیارند و بدانیم که همه ضروریت ها همان حاجت هاست، اما زیاده از حاجت را کمالیات می نامند که آن زیاده از حاجت است. به مثل شخصی که برای زندگی خود خانه دارد ولی باز خانه دیگر می سازد. سوال: حاجت های اساسی در حیات انسان کدام است؟ حاجت های اساسی در حیات انسان چیزهایی است که انسان را از هلاک شدن باز دارد و مثل خوردنی ها، لباس، منزل و غیره ها. اینچنین قرض که انسان محتاج به ادای آن است. سوال: آیا ادای حاجت خود افضلتر از حاجت دیگران است؟ بله، ادای حاجت خود و حاجت اهل و عیال افضلتر از حاجت دیگران است. سوال: اگر صاحب زکات قبل از کامل شدن سال چند روز پیش وفات کرد، پس از آن از مال میراث زکات داده می شود؟ از آن مال زکات نیست، مگر بعد گذشت یک سال از مرگ صاحب مال و با تحقیق شرط های زکات. با همه مسئله های آن چیزی که زیاده از حاجت است به آخر رسید. از پروردگار می پرسیم که تنها او به حاجت های ما کفایه کننده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.